ویدیوهای سمیاد درس ساختمان داده است، یعنی چی؟ اشتباه بارگذاری کردیم؟ شاید موقع نه، حالا اون 11 و 12 و 13 یه دونه چیز باشه اون مهم نیستش، اون برای اینکه لینک باید میذاشتیم اونو گذاشتیم، اون مهم نیست، برای اینکه لینک ساختمان داده ها رو توی سخت افزار گذاشتیم یا سخت افزار رو توی ساختمان داده ها گذاشتیم شاید چنین اشتباهی کرده باشن. مشکل نداره مانس، مشکل نداره. اون میدونم چی گفتی. نه اون نه جلسات اون همین جلساته، بعد این جلسات فقط تمرین گذاشته بودیم یا جزوه گذاشته بودیم، دانشگاه میگه لینک کلاس هم توش بذاری، چون بعضی کلاس همون تو تعطیلات خورد، مثلا امروز تعطیله خب نباید کلاس برگزار کنیم، ولی چون جلسه آخر بود برگزار بود. اون جلساتی که تو تعطیلات خورده بود ما لینک مثلا یه جلسه یا دو جلسه قبلش رو اونجا بارگذاری کردیم، ولی اگر توی مثلا ساختمان داده ها مثلا چیز رو بارگذار کردیم، سخت افزار رو بارگذار کردیم، خب این اشتباه دیگه، شاید من اشتباه کردم. بذار درس من بگم بعد مهندس در باره امتحان اینا صحبت میکنم. خب خود رو غیاب نکردیم مهندس. مداراتی که تا الان خوندیم مدارات ترکیبی بودن، یعنی مداراتی بودن که خروجیش در هر لحظه به ورودیش در همون لحظه چیه؟ بستگی داشت. ولی یه سری مدارات هستن که معروف هم به مدارات ترتیبی، مدارات ترتیبی. خب تو این خروجیش در هر لحظه به ورودیش در همون لحظه و لحظه های قبل هم چیه؟ بستگی داره. و لحظه های قبل هم بستگی داره، یعنی شما فیدبک اینجا معمولا نبینید. خب بریم سراغ مدارات حالا ترتیبیه که داریم. مدارات ترکیبی، دو نوع مدارات ترکیبی داریم، یکی سنگرون هست و یکی چی هستش؟ آسنگرون هستش. سنگرون سیستمی که از روی سیگنال هاش توی فواصله گسسته زمانی میتونیم عملکردش رو تعیین کنیم، ولی آسنگرون سیستمیه که به ترتیب تغییر سیگنال های ورودی اون میتونیم تو هر لحظه از زمان روی مدار تاثیر میذاره چکار بکنیم، اونو خروجی رو به دست بیاریم و وابسته به اونم هستش. عناصر حافظه‌ای که توی مدارات ترکیبی هستن و با پاس و ساعت دارن کار میکنن بهش میگن چی؟ فلیپ‌فلاپ. که چند تا فلیپ‌فلاپ هم کنار هم بهش میگن چی؟ عرضم به حضورتون که ثبات یا رجیستر. ما 4 تا فلیپ‌فلاپ داریم مهندس که اینجا خواهیم گفت. یکی فلیپ‌فلاپ فلیپ‌فلاپ SR هست، یه فلیپ‌فلاپ JK هست، یه فلیپ‌فلاپ عرضم به حضورتون T هست، یه دونم فلیپ‌فلاپ چی هستش؟ D هسته. این فلیپ‌فلاپ ها مهم هستن، باشه گوش بدید که یاد بگیرید.
فلیپ SR ست ریست. ببین به این صورت خواهد بود. ما توی فلیپ SR این S، اینم R، اینم QT، اینم QT به علاوه یک، اینم QT به علاوه یک میشه چهار تا صفر. الان میگم اینا چیه، چهار تا یک دو تا صفر دو تا یک دو تا صفر دو تا یک صف یک صف یک صف یک صف یک. ببین این لحظه فعلی، این لحظه قبلی ما هست. گفتم که فلیپ اس فلیپ یا مدارات ترتیبی خروجیش در هر لحظه به خروجیش در هر لحظه به ورودیش در همون لحظه و لحظه های قبل بستگی داره. چنین جمله ای از من شنید دیگه، و لحظه های قبل خروجش در همون لحظه و لحظه های قبل. خب ببین فلیپ اس آر داستانش این خواهد بود که من اینجا اگر هم ست و هم ریست صفر باشه یعنی خونسا باشه، هم ست هم ریست صفر باشه یعنی خونسا باشه، دقیقاً خروجی همون ورودی لحظه قبله، یعنی این صفر صفره این یک هم یک، یعنی چنین اتفاقه. بذار این جوان رهنا رو هم بیاریم سر کلاس. حالا با یه رنگ دیگه نگاه کن، اگر ریستت یک باشه یعنی ترو باشه و ستت صفر باشه، می‌بینیم چه اتفاقی میفته مهندس؟ این میشه صفر. چرا؟ چون ریستش یکه، یعنی ریست میکنه مدارو، صفر کرده ریستش. اگر ستش یک باشه مدار رو چکار کرده؟ ست کرده. دقت کنید. اگر هم ست فعال باشه هم ریست فعال باشه مگه میشه؟ حالت بی اهمیت رخ میده. این میشه چی؟ میشه فلیپ اس آر. فهمیدید چی شد؟ یه بار دیگه نگاش کنین. مهندس اگر هم ست و هم ریست ست باشه دقیقا خروجی میشه لحظه قبل رو تکرار میکنه، صفر یک بوده شده صفر. اگر ریست یک باشه ستا صفر باشه ریست میکنه مداره جفتش صفر. اگر ست یک باشه ریست صفر باشه مدار رو ست میکنه جفتش یک میشه. و اگر جفتش یک باشه یعنی هم ست روشن باشه هم عرضم حضورت که ریست یک باشه چی میشه مهندس؟ حالت بی اهمیته، یعنی نمیدونیم اینجا خروجی یک یا خروجی سه. خب
چیزی که اینجا مهمه مهندس اینه، شما اینه باید حفظ باشی، QT به علاوه یک رابطش به دست میاد، ولی خب من حالا می نویسم باید حفظ باشی. SR پریم QT اینم به علاوه. S به علاوه R پریم QT این میشه رابطه فلیپ‌فلاپ SR. دیاگرامش رو مدار داخلی SR رو اگه بخواییم بکشیم به این صورت خواهد. نگاه کنید دو تا نور میکشیم یکی S یکی R، از پایینی میاد بالا از بالایی میاد پایین، اینجوری میشه. این میشه Q T، این میشه Q T و علاوه یک. یا اگه به صورت نن بخوایم بکشیم این اومده است، یعنی چی؟ کسی فهمید یعنی چی؟ تا من چایی میخورم ببینم کسی میدونه یعنی چی؟ این چی کار میکنه؟ مهندس جلسات پیش برای یک کامپیوتر چیکار کردیم ما؟ مدار تمام جمع کننده و تمام تفریق کننده رو طراحی کردیم، درسته؟ دیگه چیکار کردیم؟ مداری طراحی کردیم که خطوط موازی رو به سری و سری رو به موازی تفریق کرد، درسته؟ یه جواب بدید ببینم که انشالله هستید. اوکی. الان ما اینجا داریم فلیپ‌فلاپ طراحی میکنیم، یعنی چی؟ یعنی مداری طراحی میکنیم که یه بیتو تو خودش ذخیره کنه. مهندس داریم چی کار میکنیم؟ داریم به صورت الکترونیکی یه بیتو تو خودش ذخیره میکنیم. مغناطیسه نیست که هارد و فلاپی و این داستانه باشه، مثلا ثبات داخل سی پی یو. میخوایم الان داریم مدارات داخل سی پی یو رو داریم تکمیل میکنیم دیگه. الان ثبات داخل سی پی یو رو میخوایم طراحی کنیم که یه بیتو تو خودش ذخیره کنه. خب چجوری ذخیره کنیم؟ این یکیش اینه مانس. اگر ما بیایم دو تا گیت نو رو اینجوری به هم دیگه وصلش کنیم، گرفته چی شد؟ یه بیتو تو خودش ذخیره میکنن. حالا چند تا از این مدارات رو کنار هم بذاریم، چند تا بیتو تو خودش ذخیره میکنن، بعد دیگه رم و این چیزا تشکیل میشه. اوکی؟ حتی این مال ثبات دیگه. حالا به صورت نند بخوایم اینو پیاده سازی کنیم، ببین دو تا نند میکشیم، اینم به این، اینم به این. فقط دقت داشته باشید اینجا اسکرین میخوره، اینجا هم آر پریم میخوره، اینم کیو تی، اینم کیو تی به علاوه یک. تو بعضی کتاب ها مهندس به جای کیو تی به علاوه یک کیو پریم هم میذاشتن. یا اینجوری میکشن، نگاه کن، یه مستطیل میکشن، یه خط اسپش میگن، یه دونم آر، یه دونم کیو، یه دونم چی؟ کیو پریم. این میشه اس آر، که یعنی این داخل این فلیپ‌فلاپ اس آره. این داخل یعنی یه دونه اینجوری نشسته یا این نشسته. خیلی کار سختی من درست. خب من اینو پاک کنم، اینو، اینم پاک کنم، اینو، اینم پاک کنم، اینم پاک کنم.
این فعلا باش. مندس فیل فلاپ بعدی فیل فلاپ جیکاه. جیکا چرا اینا رو پاک نکردم؟ چون اینا همه همونه، این اس آره. فقط دوتای آخرش مندس این دقت کنی، اگر توی جیکا این جی و کا یک بود و کیو صفر بود جواب میشه یک، ناتش میکنه. اگه یک بود جواب میشه صفر. فرقش با اس آر اونه مهندس، فرقش با اس آر اونه. پس فیلی فلاپ جی کا فیلی فلاپیه که ای به فیلی فلاپ اس آر رو از بین میبره. رابطهش چیه مهندس؟ رابطهش هم شبیه همینه. یا ما میبینیم کی و تیه به علاوه یک مساوی با جی کا پریم کیو تی. این هم کی چی هستش؟ کیو پریم تی به علاوه حفظ شدی؟ یه میشه رابطهش. یعنی اگه میخوایم کیو تی به علاوه یک رو به دست بیاریم میزنیم توی رابطه. این جدول کارنوهاشو میکشیم به دست بیاریم، شما نیاز نیست که مهندس بلوک دیاگرامش چیه؟ خیلی ساده است. یه بلوک دیاگرام اس آر بکش، اینم اس آر، اینم کیو، اینم کیو پریم. گفتیم کیو پریم همون کیو تیه. دو تا اند بذار، اب پایینی میاد بالایی، اب بالایی میاد پایینی. این جی، اینم کا. یعنی چی مهندس؟ یعنی فیلی فلاپ جی کا همون اس آریه که دوتا اند قبل از ورودیاش گذاشیم به این صورت وصله. یعنی چی؟ یعنی این که اگر بخواییم ای به فیلی فلاپ اس آرو از بین ببریم دوتا اند میذاریم این شکل رو تشکیل میدیم، ای به فیلی فلاپ اس آر که حالتی بی همیت بود از بین میره. ما چهار نوع فیلی فلاپ تو کامپیوتر داریم، یا اس آر یا جی کا یا تی یا دی. کدومش کار برد بیشتری داره؟ دی داره. حالا میرسیم. خب مشکلی هست مهندس تا اینجا؟ حفظی اینا دیگه، اینا حفظی این مدار دیگه تغییر نمی کنه. 50 سال دیگه هم بیایی همین مدار. فیلی فلاپ بعدی تی هست مانست، این هست نگاه کن. تی، اینم کیو تی، اینم کیو تی به علاوه یک میشه صف صف یک یک صف یک صف چه میشه صرف یک یک صرف. چی شد؟ وقتی که فقط یه دونش یکی جواب دید. این چی بود قبلا؟ داشتیم دیگه ایکس او دیگه. میگیم کیو تیه به علاوه یک مساوی تی به علاوه دایره کیو تی. همون شده. اون رابطه، اون دوتا رابطه، اینم سه بود. تی بولا پیسر. این فلیپ فلاپ چیه تی بولا پیسر؟ شمالی داریم اینجا؟ نداریم. تی بولا پیسر داریم؟ آه خوبه آی یوسف، ولی شمالی ها دوست داریم. ترکی؟ ما هم ترکی. آذربایجان؟ میدونه آذربایجان اصلا ترک نیستن، ترک لبان شدن مثل ترکیه، ترک نیستن. ترک اصل، ببین ترک اصلش از شمال چین اومده،
از کجا اومده؟ ایغورها، مسلمان های ایغور چین هستن که الان چین داره حسابی اذیتشون میکنه. نه، مغول و ترکیبی از اونها هستن. مغول هم از اون ایغورهای چینی هستن، از اونجا اومدن. خراسان، ترکای خراسان ترک اصل هستن با ترکای چی؟ ترکمن. تبریز و اردبیل و زنجان و اینا ترک شدن، ترک زبان شدن. ترکیه ترک زبان شده، مثل مصر. مصر فراعنه اونا عرب نبودن که الان عرب زبان شدن. گفته چی شد؟ ترک اصل مایم از اومد. اینو گفتم که بریم ترک قوچان. خب بگذاریم. ببینیم کی اومد سر کلاس. یه ترک دیگه اومد سر کلاس. به قشقایی. دیدی؟ قشقایی هم ترک هست. خب مهندس اینو نگاه کن، این الان فلیپلاپ جیکا هست یا نیست؟ فلیپلاپ جیکا. ما اگر بیاییم فلیپلاپ جیکا ورودی هاشون رو به هم وصل کنیم، یعنی اتصال کوتاه کنیم، فلیپلاپ تی میشه. یعنی فلیپلاپ تی یه فلیپلاپ خیلی جدید نیست، همون فلیپلاپ جیکا که ورودی هاش به هم وصل شده، همون فلیپلاپ جیکا که ورودی هاش به هم وصل شده. ولی آخرین فلیپلاپ که مهمترین فلیپلاپ و پرکاربردترین فلیپلاپ هست، فلیپلاپ چی هستش؟ دی هستش. نگاه کماندس دی، اینم کیو تی، اینم کیو تی به علاوه یک، سف سف، یک یک، سف یک، سف یک. این رابطش اینه، کیو تی به علاوه یک مساوی دی. خیلی ساده. شکل بلوک دیاگرامش ساده است. فلیپلاپ دی مهندس، این که حالا کیو باشه، این کیو پریم یا همون کیو تی بعد دی باشه، اس آر دی اومده به اس خورده، به آر نات دی خورده. این هستش که توی سی پی او هست و یه بیتو تو خودش ذخیره میکنه. حالا چهار تا دونه از اینا کنار هم باشه، چهار بیتو ذخیره میکنه. اسمبلی رو خوندید شما؟ خوندید یا نخوندید؟ زبان اسمبلی که مستقیماً با سپوتا کار میکنن. سپوتا رو دیگه بلدید دیگه، رجیسترها، شیف رجیسترها. مثلا میگه چی؟ میگه ارزم بزارت که چهار بیتو توی این سبات ذخیره کرد. چهار تا فلیپلاپ کنار هم هستن که هر فلیپلاپ یه بیتو تو خودش ذخیره میکنه، میشه یه سبات چهار بیتی. اوکی؟ خب قبلا داشتید، حالا دیگه ندارید. سبات یا رجیستر؟ رجیستر، سپات یا رجیستر. من الان گفتم سپات یعنی چند تا فلیپلاپ کنار هم میشه یه سپات. حالا میخوایم ببینیم که شیف رجیستر ها چجوریه. چی گفته استاد؟ بعضی جاها چی؟ بعضی جاها تو این مدارها یه سی هست،
اون سیه من هم نگفتیم دیگه، بعضی جا سی هست اون کلیر کلاک الان میگیم من عجب نه کلاک پالسه بله. خب شیف رجیستر هم هست، یعنی 4 بیتو میخواید روی سپات منتقل کنی به داخل ILU، بعد دوباره 4 بیت دیگه، بعد اینا با هم دیگه تو اون مدار جمع بشن، نتیجهش منتقل بشه توی صفحات و بعدم خروجی داده بشه. دو نوع شیف رجیستر داریم، یکی شیف رجیستر منطقی هست و یکی محاسباتی هست. منطقی خیلی ساده است، مثلا میگه قشنگ گوش بده، مثلا میگه عدد A B 9 8 را دو بار به چپ با ورودی 0 و یک بار به راست با ورودی مثلا 1 شیفت منطقی دارید. اگرم نگه چه نوع شیفتی، همون منطقی. خب مهندس سپاتمون 4 بیتیه، یعنی هر کدوم از اینا 4 بیتی، یه میشه 1 2 4 8 می‌رسیم، 8ش میشه چی؟ 0 0 0 1. هر کدوم اینا داخل یه فلیپ فلاپ ها. 9 میشه 1 0 0 1. بی میشه 11 میشه 1 1 0 1. ای میشه 10 میشه 0 1 0 1. تا اینجا مشکلی هست؟ الان 4 تا یعنی 4 تا 4 تا میشه 16 تا فلیپ فلاپ اینجا داریم که هر کدوم یه بیتو تو خودش ذخیره کرده. اگه میخوایم دقیق بکشیم اینجوری میشه مادس، یعنی این خونه های آرایه دیگه، میبینیم هر کدوم اینا یه فیلی فیلاپه که یه بیتو تو خودش ذخیره کرده. اوکی؟ حالا من اینو پاک میکنم که یه ذره اینجوری باشه. خب حالا این میگه که دو بار به چپ این سمت دست راست، این سمت دست چپ، دو بار به چپ یعنی از این ور وارد کن از این ور خارج بشه، دو بار به چپ با ورودی صفر، یعنی دو تا صفر وارد کن، بقیه هم سر جاش بنویس. این دو تای آخر از فلیپ فلاپ از رجیستر خارج میشه. چرا؟ چون تعداد فلیپ فلاپ ها ثابته، 16 تا است. وقتی از این ور داری مقداری وارد بکنی از اون ور از سپات خارج میشه. و یک بار به راست با ورودی صفر، با ورودی یک از این ور یک وارد میکنیم، بقیه هم سر جاش مینویسیم. این آخره میپره بیرون. حالا میخوام ببینیم چه عددی شده. ببین یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو سه چهار، یک دو. این چه عددیه؟ این عدد صفره؟ این عدد چیه؟ سه. این عدد چیه؟ هفته. این عدد چنده؟ 13 دیگه. 13 میشه چی؟ دی. پس میشه دی 7 3 0. پس عدد AB 9 8 دو بار به چپ با ورودی 0 و یک بار به راست با ورودی 1 شیفت میشه. اوکی مهندس؟ بله. خب بریم شیفت محاسباتی. شیفت محاسباتی یه نکته کوچیکی داره. عدد همین A B 9 دو بار به راست، نه چپ، با ورودی
یک و سه بار به چپ به راست با ورودی، اصلا هیچ با ورودی نه، به راست شیفت محاسباتی دهید. یعنی چی مهندس؟ یعنی چی مهندس؟ بنویسمش. هشت میشه این صفر 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 یک، نه میشه یک صفر صفر یک، این میشه یازده یک یک صفر یک، ای میشه ده صفر یک صفر یک. دو بار به چپ، دست چپ اینجاست، فقط محاسباتی یه نکته داره، محاسباتی تو محاسباتی آخرین بیت بیرون نمیپره، آخرین بیت رو نگه میداریم بعد کار رو انجام میدیم. دو بار به چپ یعنی از راست به چپ با ورودی یک، یعنی دو تا یک وارد میکنیم، بقیه رو سر جاش مینویسیم، این دو تای ما قبل آخریه میپریم و سه بار به راست، ورودی نگفته، اول آخریه رو مینویسیم، چون میخوایم به راست وارد بکنیم و آخریه وارد شده نمیذاره چیزی وارد بکنیم، سه بار خودش تکرار میشه، چون یک ست یک تکرار خواهد شد، بعد بقیه رو مینویسیم. و این ستای آخر میپره بیرون. اوکی؟ محاسباتی فقط نکتش همی بود، آخرین بیتو می نویسیم بعد این کارا رو میکنیم، فقط به راسته اگر اینجا صفر بود سه تا صفر وارد، اگر یک بود سه تا یک وارد. بعد حالا اینا رو اینجوری چارتا چارتا جدا میکنیم، این چی میشه مانه؟ سی. این چی میشه؟ سی شیفت دیگه، شیفت میدن توی رجیسترها، شیفت میدن عدد بره جلوتر. این چی میشه؟ پنج. این هم میشه F. خب این هم داره کار کردیم هست. حالا دقیقا میخواییم بریم جایی که ما توی ببین این الان CPU شماست، اینجا CU، اینجا ALU و اینجا چیه؟ مموری یا همون رجیستر سبات. داده ها میاد اینجا میشینه، مثلا دو میاد اینجا میشینه که میشه مثلا صفر یک داخل سبات دیگه، صفر 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 هشت. سه هم میاد اینجا یک یک سف 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 سف، بعد اینا میخواد جمع بشه، اینا داخل همین سبات های حالا یا چار بیتی هن یا هشت بیتی هن دستگی به سیستم نشستن، اینا اینا از طریق این گذرگاه هایی که ما بین این دوتا هست باید چکار کنن؟ بیان بالا اینجا مدار جمع کننده که جلسه پیش گفتیم، اینا وارد اون مدار جمع کننده ها میشن، جمع میشن، دوباره خروجیش میاد اینجا داخل یه صفات دیگه میشینه، میشه یک صف یک صف 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 صف، بعد این میاد اینجا کد اسکی میشه، میاد توی کارت گرافیک، رم کارت گرافیک، این عدد شکل و قیافش ساخته میشه، بعد شکل و قیافه میاد روی مانیتور این گوشه، شما این قیافه رو میبینید.
گرفته چی شد؟ ما الان اینجا رو ساختیم که این بیت ها بالاخره یه جا باید ذخیره بشه، روش کار بشه. اوکی؟ خب الان آخرین مبحثی که میخواییم بگیم اینه که آقا این بیت ها دونه دونه داخل فیلیفیلاپ ها برن. فیلیفیلاپ ها مثلا 4 تا فیلیفیلاپ داریم دیگه، مثلا 4 بیتی. میخواییم ببینیم 1 1 0 1 دونه دونه برن داخل اینا یا یه دفعه وارد اینا بشه. اینا رو میخواییم بگیم یا چیزای دیگه. پس مطالبی که داریم پیپو پیزو سیپو و سیزو، نگاه کن پیپو یعنی چی؟ یعنی پارالل اینپوت پارالل آوتپوت. یعنی من 4 تا فیلیفیلاپ دارم، مثلا فیلیفیلاپ هم گفتیم که تو کامپیوتر چیا استفاده میشه؟ دی دیگه، راحت ترینش دیه و به صرفه ترینش ساخته شده. میگه پیپو یعنی ورودی موازی و خروجی موازی. تمام شده. یعنی 1 0 1 1 از طریق دو تا خط کنترلیه. قشنگه. دو تا خط کنترلیه یکی کلیر یکی هم کلاک، کلاک پالس. آقا از این یه سیگنال میاد کلیر، تمام محتوای فیلیفیلاپا پاک میشه، یه کلاک میزنه این دریچه باز میشه، یک میاد میشه اینجا همزمان 0 1 1. حالا ما میتونیم این فیلیفیلاپ رو با یه فیلیفیلاپ دیگه جمع بزنیم، همین کار که الان تو قسمت قبل نشون دادم 2 3 با هم جمع بزنیم. بعد حالا میخواییم بفرستیمش بیرون، نتیجهش توی فیلیفیلاپ ذخیره کرده، توی رجیستر 4 بیتی ذخیره کرده. شما یه کلاک میزنه خروجی، همه همزمان میان بیرون. مهندس ببین چقدر روشون اینا فکر شده، کار شده و درست شده. مکبر امریکا کفار چه کارایی میکنن. عقل بشر، نقل بشر. آه یه انگلیس هم هست، مکبر انگلیس هم هست. بله اوورکلاک ها همینه دیگه، یعنی از این سبات ها، از این بیت ها که سبات 4 بیتیه میپره بیرون، اوورکلاک رخ میده. خب دیگه این میشه چی؟ پیپو مهندس. پیزو چیه؟ پیزو اینه مهندس، یعنی ورودی های ما موازی میان، خروجی ما سریاله. یه خروجی داریم اه. پس خروجی این کجا میره؟ خروجی این کجا میره؟ خروجی این مهندس این هست. یک مالتیپلکسر داریم که یه ورودیه یه خروجی به این میخوره، اینم صفر. اینجا نگاه کن، این صفره، اولین ورودی.
مارس. تعداد، ببین ورودی موازی، ورودی چی میشه؟ سری میشه. ببینیم که این هم کلاک و کلیر داره دیگه، مثلا همون کلاک و کلیر داره. مشکلی هست مهندس؟ یعنی اومده با یه مالتیپلکسر ورودی ها رو موازی وارد کرده، برای خروجی رو بیت به بیت. بعدی چی میگه؟ بعدی میگه مهندس، بذار اینا پاک کنم، نوشته هم باشه. الان تعداد کشته های امریکا به تک رقمی رسید کرونا، بر ما هنوز روی 300-400 تا هستم. یادتونه توی تلویزیون چپ و راست 2000 نفر 1800 نفر 500 میلیون جمعیت داره، 78% جمعیتش رو در عرض 2-3 ماه واکسینه کرد. کشور ما 80 میلیون جمعیت داره. اتفاقی که افتاده چیه؟ کلن 2 میلیون یا 3 میلیون، 5% دیگه اعلام کردن، 5% واکسن داده. اونا همه قاشقی شده، کلید قاشقی شده و هم میچسبن. طرف میاد کلید بندازه در واکنه کنه، خودش میچسبه به در. کلید از دستش دره. جدا نمیشه. ای خدا، یه خون پاس میشه مهندس. خب سیپو یعنی یه دونه ورودی داره، بقیه خروجی. خب ورودی این چی میشه مهندس؟ ورودی این میشه این، ببین یه دیماکس هست، یه دیماکس هست، یک دانه دیماکس هست، یه دانه ورودی، چند تا خودش. یعنی شما میدونید با یه دیمالتیپلکسر سیپو بسازید. سر امتحان اینا رو میدیم، ما میگیم آقا پیپو شکلشو بکش. و آخری سیزو. سیزو یعنی چی مانده؟ سیزو یعنی یه دونه ورودی و یه دونه خروجی. خروجی میره تو ورودی این، خروجی میره تو ورودی این، خروجی میره تو ورودی. این میشه سیزو. یعنی چی مهندس؟ یعنی یک صفر یک یک. اینجا اگه بیاد اینجا بشینه، اول یک میاد اینجا، میاد اینجا، میاد اینجا، میاد اینجا، یک میاد توی میخونه، بعد این یک میاد اینجا، میاد اینجا، میاد اینجا، میاد توی میخونه، بعد صفر میاد اینجا، میاد اینجا، میاد اینجا، میاد میخونه، بعد یک میاد اینجا، بعد حالا این میخواد با یکی دیگه جمع تفریق بشه، هر ملکی سرش بیاد حالا میخواد خروجی بیاد. اول این میاد بیرون، بعد میاد اینجا، این میاد بیرو، بعد میاد اینجا، اینجا، بعد میاد بیرو، بعد میاد، 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 بعد خیلی سخته، خیلی سخته ها، اصلا هم سخت نیست مهندس. تا همینجا کافیه مهندس، بسته. مهندس تالا چی میگفتیم؟ کاربردش چیه؟ گفتیم دیگه توی سی پی یو، تو قسمت رجیستر بخواد بیت ها با هم داخلش ذخیره بشه، مثلا توی این عدد 2 ذخیره میشه، تو اون عدد 3 ذخیره میشه،
حالا بستگی داره که از کدوم رجیستر استفاده بکنی، از این استفاده کنی، از پیپو استفاده کنی. بهترینش سرعت بالاش کدوم اومده؟ پیپو دیگه. یه دفعه داده ها وارد میشه، یه دفعه هم داده ها خارج میشه. ولی خب 4 تا بود دیگه، اونا رو گفتیم، ولی بهترینش پیپو هست. و خیلی مسائل دیگه مهندس هست که حالا تو درس معماری کامپیوتر انشالله تو کارشناسیتون میخواد. اونجا دیگه طراحی خود سی پی رو اونجا انجام میدیم مهندس. خب من اینو حالا یه پاک کنم، بیام سر کلاس ببینم که چند نفرم. 28 نفر. خوب است. خب امتحان مهندس. بله کتاب موریسمان. موریسمان هم معمار کامپیوتر داره هم مدار منطقی داره. امتحان مهندس احتمالا 8 تا یا 10 تا سواله. هر سوال تو یه صفحه است، مثل میان ترم همه سوالا تو یه صفحه یا 2 صفحه نیست. هر سوال تو یه صفحه است. برگشت به قبلم نداری مهندس. یعنی سوالو میبینی، جوابشو میدی، عکستو بارگذاری میکنی، یعنی سوالو میبینی، روی ورق حل میکنی، ازش عکس میگیری، سوالتو بارگذاری میکنی، نکسو میزنی، میری سوال بعدی. میری سوال بعدی. سوال بعدی، سوال بعدی، برگشت به سوال قبل دیگه نداری. سوالات تمام میشه، خداحافظی میکنی میری. گرفتی چی شما مهندس؟ بله دیگه آخرین کلاس هم دیگه. وقت کافی میدیم مهندس. اگر به سوال قبلی برگردی اون موقع قشنگ با همدیگه تعلق بکنید. سوالاتون مشترک مهندس، ولی ترتیبش برای افراد فرق میکنه. اون سوالی که برای آقای نعیمی اومده شماره 1 شاید برای آقای سید جلالی بیاد شماره 7. گفتم 8 تا 10 تا سواله. حتی اکثر وقت بهتون میدم که حالا شاید 2 ساعت باشه، شاید 1 ساعت و نیم باشه، بستگی به دانشگاه ببینید چقدر میدم. تستی نیست مهندس، تشریحیه. مهندس یا سوال بلدی یا بلد نیستی. هر سوالم زمان خاص خودشه داره. اگه بلدی که حل میکنی میری، اگرم بلد نیستی فقط دقت کن توی تلگرام برای من نمیفرستی، توی ایمیل برای من نمیفرستی، فقط توی سمیاد باید بارگذاری بشه. تو سمیاد ببینم نمره میدم، چون برگت اون نمیاد. اگه مشکلی با سمیاد داری با دانشگاه سریع حلش کن. پروژام نمره اضافه است، از 20 به بالاست دیگه نمره تو. اونایی که پروژه انجام میدن پروژه اضافه است. خواهشن پاسخ بقیه سوالا رو توی سوال آخر نیارید. بعضی ها مثلا جا مونده یا بلد نبوده رد شده، حالا به سوال قبل نمیتونه برگرده، اومده اون سوالا رو هم با پاسخ شماره 10 با هم دیگه فرستاده. اون موقع اون سوالو دوباره نمیدم، فقط همون سوال 10 رو بررسی میکنم. زمان حداکثر زمان خواهم گذاشت. اگه دانشگاه آزمونا رو بین آزمونا رو 2 ساعت بذاره، 2 ساعت رو براتون میذارم، مشکل نداره. زمان مشکل نداره. بله ساختمون دادا تموم شده. یکی دوتا پروژه توی سمیا تعریف کردم،
کار پژوهشیه، برید نگاه بکنید ببینید میتونید انجام بدید، انجام بدید، نمرتون بگیرید اضافه بر 20 نمره. بله جمع نمیشه، محاسبه میشه، من میتونم پسید. هرچی درس دادی میاد مهندس. بله دیگه آخرین جلسه است مهندس. 16 همه دیگه امتحاناتون اکی شروع میشه. اوه اوه من سوالا رو بارگذاری نکردم. اول فاز بارگذاری نکردم. باید برم سر این رو بارگذاری کنم. تأثیر داره مهندس دیگه. خب ظاهرا دوستان دیگه کاری ندارم، وقتش اونجا نوشتم، توضیح دادم دیگه، مثلا درباره لایانش ابری پژوهش تحقیقات بکنید، پی دی افش بکنید بفرستید. نوشتم هر رشته رو فهم. خسته نماشید بچه ها. بله اختیاریه. اجباری نیست. پژوهشیه بله. خداحافظ. خداحافظ.